اجتمع الصحابه بعد موت النبي صلی الله علیه و سلم. صحابه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرد هم اومدند و اجماع کردند بر این که علی البیعه لابی بکر رضی الله عنه، با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیعت کنند. بایع الکل، همه با ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیعت نمودند. لم یتخلف احد، و هیچ کس از بیعت با اون بزرگوار تخلف نورزید. حتی الذي لم يحضر مع الصحابه رضي الله عليهم في هذا الاجتماع بايع عندما علم ان البيعه كانت لابي بكر رضي الله عنه. حتی کسانی که در اون گرد همایی حضور نداشتند بعد از اینکه از جریان بیعت با ابوبکر صدیق رضی الله عنه اطلاع یافتند بلافاصله با اون بزرگوار بیعت کردند. علی رضی الله عنه بايع، علی رضی الله عنه بیعت نمود. لا يمكن لأحد ان يتخلف عن البيعه، و برای هیچ کس این امکان وجود نداشت که از بیعت تخلف ورزد، بلکه وظیفه خودش دونست که بیعت بکنه و بیعت کرد. حصل اجماع الامه، بلکه بر بیعت با ابوبکر صدیق رضی الله عنه اجماع و اتفاق نظر همگانی در میان امت حاصل شد. نعم، على ان الخلیفه بعد النبی صلی الله علیه و سلم ابوبکر، اجماع بر این که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه است. ثم عمر، سپس عمر، ثم عثمان، سپس عثمان، ثم علی، سپس علی رضی الله عنه، رضی الله عنهم اجمعین. من شک في خلافة واحد من هؤلاء الاربعه والترتيب في الخلافه، کسی که در خلافت هر یک از اینها و ترتیب خلافت اینها شک بکنه، فهو اضل من حمار اهله، ضال، او به مراتب از درازگوشان خودش هم گمراهتر هست و مسیر انحراف رو در پیش گرفت. علی رضی الله عنه، علی رضی الله تعالی عنه، كان يعلن ويصرح ويقول على منبر الكوفه، با صراحت بر منبر کوفه اعلام میکرد و بیان میداشت. يعلن ويبين فضل ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، اعلام میداشت درباره فضیلت ابوبکر و عمر و صراحتاً و آشکارا فضایل این دو بزرگوار رو بیان میکرد. لا يمكن فضل ابوبکر و عمر رضی الله عنهما الا کافر جاحد، فضیلت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را جز فرد منکر و کسی که به دنبال انکار حقیقت هست کسی دیگر انکار نمیکنه. صاحب النبی صلی الله علیه و آله فی حیاته حتی فی قبره، با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دوران حیات اون بزرگوار همراهی نمودند و بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز در جوار اون بزرگوار به خاک سپرده شدند. نعم، امر النبی صلی الله علیه و آله بالاجتماع علی الافتراء، الله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اجتماع و با هم بودن و عدم تفرقه دستور داده. الامه لا يمكن ان تجتمع على ضلاله، لا يمكن ان تجتمع على خلافه ابوبکر و عمر و عثمان و علی، لا يمكن ان يكون هذا ضلال. این امکان وجود نداره که امت بر زلالت و گمراهی اتفاق نظر و اجتماع داشته باشه، همچنان که این امت بر خلافت ابوبکر و عمر و درستیون اجماع داره و اتفاق نظر داره، لذا بر یک نکته درست اجماع و اتفاق نظر داره. هؤلاء الخلفاء الاربعه لهم سنه متبعه، خلفای اربعه رضی الله عنهم اجمعین سنت و روشی دارند که باید ازش اتباع و پیروی نمود. اسال الله سبحانه و تعالی معنا بهم، از الله متعال میخوایم که ما رو با این بزرگواران یک جا بگرداند.